صبح مثل هر روز دیگه در منطقه آمازون بارون بود و بارون بود که از آسمون فرو می‌آمد. بی خود نیست که میگن در هر ثانیه توی منطقه آمازون حدود 1 میلیارد لیتر بارون میاد پایین از آسمون. باید همین گونه باشه، واقعا 1 سر بارون و بارون. بذار صداشو گوش کنم، بذار دو تا روشنی باش حرف هم بزنم. باران باران، چه صدای پایت زیباست. باران، صدای پای تو تنها صدایی که انسان نمیتونه به کمک سازهای بادی و غیر بادی بسازه. بزن باران، بزن باران به این تن خسته سیلین. بزن باران تازیانه که بس لذتی دارد تازیانه خوردن از تو. بعد شنیدن که باران گفت: منم باران، عشق آسمان، همان عشقی که در شادی از چشم ابری فرو می‌ریزد بر گونه تو. منم باران. گفتگوی من و باران که داشت تموم می‌شد، به تو روشنی گفت: بزن بین به تو، درش کن. اینقدر خودتو درگیر صحبت با باران نکن. تا مسئله که داشتیم بارمون رو میبستیم، بیایم یک جو فرنده نمیدونم، بذار ببینم اسمشون چیه. مگنو، مگنو، اسم این پرنده ها چیه؟ نمیدونی؟ یه چیزی گفت دیتروشن، یک گفت یه چیزی میگه اما ما حقیقتش نفهمیدیم اصلا چی داره میگه مگنو. ولی هرچی هستن مهم نیست که اسم این پرنده ها چی بود، مهم بود که این جفت پرنده زیبا بعد از این بارون زیبا با همدیگه اومده بودن در دل طبیعت رو داشتن استفاده میکردن. در همون نزدیکی محل اقامتمون بر روی درخت آسایی یک توکان خیلی زیبا اومده بود نشسته بود. حتی توکان ها همشون زیبا هستن، اما این یکی چون کاملا به وضوح میدیدیمش نشسته بود و داشت با خودش بازی میکرد، حرف میزد. دیگه بارون که دیگه تموم شده بود صحبتمون، گفتیم بذار با توکان صحبت بکنیم. توکان گفت: منو میبینی؟ من زیباترین پرنده روی زمینم. گفتم: بابا تو چقدر به خودت مینازی با اون نوکی که داری که نوک نصف بدن طولشه، تازه نصف هم بیشتره، چطوری فکر میکنی زیبات این پرنده ای؟ گفت: این نوک من نبین، اگه میبینی نوک من بلنده ولی در عوض متناسبه، به راحتی میتونم میبرم روی درختان بلند آسایی وردارم، تازه قوسش هم خیلی زیباست. گفتم: حالا توکان پشی خودتو زیبا میکنی، اینقدر رنگ به خودت میزنی، اینقدر آرایش میکنی، راست بگو، هر وقت چی میخوای بگو راستش بگو، پشی اینقدر به خودت میرسی. گفت: ما به این طریق هم دیگر میتونیم بشناسیم تو آسمون. راستش راستش، خب هرچی که بیشتر به خودم برسم خوشتیپتر میشم و اونی که میخواد منو بپسنده بهتر من رو پسنده. گرچه توکان بر روی یک درخت وقتی میشینه خیلی راحت از روی رنگش میشه تشخیصش داد و تو آسمون وقتی پرواز میکنه فقط سبک پروازشه که جلب توجه میکنه. توکانا جز معدود پرندهایی هستن که وقتی بال میزنن با هر بال زدن یک بار میان پایین تر تو آسمون و باز میان بالاتر، یعنی نمیتونن سطح ارتفاع پروازشون رو حفظ بکنن. ولی همین هم خیلی راحت میشه تو آسمون اگه دیدیشون شناختشون. بعد از دیدن توکان گفتیم: بریم، ما رو ببین مانوس، موافقین؟
بعد مگنو گفتش که مانوس رودخانه آمازون دیگه نمیخوام باشین. گفتم نه ما ببر مانوس، من یه کار دارم. درسته تو رودخانه آمازون من نمیگم ناراحتم، دلفینه صورتی دیدم، خاکستری دیدم، الیگاتورا، توکان، پنده ها، پیانه ها، خیلی چیزا اینجا تو رودخانه آمازون دیدم. اما یک حقیقتی هستش، اینکه من اصلا میخواستم بازی بزرگی بیزه بفهمم، گفتم برو به آمازون اونجا میبینی. برخواهی اینکه نمیشهش خبری نیستش، ما که سر کار گذاشتن، تازه حالا آمدیم اینجا میگن دو سیف شده. دوتاشه گفت بعد هم نیستش، تازه میریم یه شام هم میخوریم مانوس، بریم مانوس شام هم بخوریم بریم، حالا تو هر قولی که میخوای برو بزن. به فکر باقی گفتم که خیلی خوب ما میریم، ولی با تون در تماس هستیم. اونا گفتم تازه ما هم پنج کام شده بینیم بازی بزرگی بیزی چیه، شما برین. و بعد که ما اومدیم بریم، حواسم به این دختری بود، فکر کنم 16 سال 17 سال، روی یه قایق کناری از این تاکسی قایقی داشت کاراش انجام میداد، آبشو خالی میکرد و کاراش انجام میداد. تو این سن مستقل تو این منطقه وسیع آمازون داشت کاراش انجام میداد. نمیدونم کاش که سنشو برم بپرسم چقدره. دو تا بشنید رود میشه بری بپرسید سنش چقدره؟ نه رود نمیشه؟ معلوم نمیشه. خب بعد خداحافظی میکردیم از همه چیز و همه کسایی که کم و بیش با امون دو اطرافون بودن، از تگی که به نوعی مراقب ما بود، نمیدونم شاید ما مراقب اون بودیم، در حال و همیشه اطرافون رو پرسه میزد، کم و بیش لوسا و یه مقداری از خود راضی هم بود، تا محیط اطراف و خونه محل اقامت و کلبه چوبی و بگذاریم. خدافظ، من میرم مانووس سالام میپرسم و گلامو میکنم، شاید شاید یک روزی دوباره با شما رو ببینم. دوباره همون مسیر رو مسیر رفت. روشنیم گفت وا چقدر راه باید بریم، کلی قایق سواری و کلی باز تو اون جاده هم باید بریم، رودخانه رو طی کردن و دوباره سوار ماشین شدن تو اون جاده خاکی با اون رانندگی و با اون گلای، که این گلای هر روز همونجا هستش، فکر نکنید که فقط همون روز بارون میاد، چون هر روز بارون میاد و هر روز این مشکلات هست. و باز دوباره رد شدن از محل تلاقی دوتا رودخانه بزرگ در نهایت. و این مسیر رو طی کردیم و البته این بار ماشین گیر نکرد، ولی کامل یک دور کامل یک بار ماشین چرخید تو جاده و این قصه رو خوردش. بگذاریم این خاطرات چون دیگه تکراری و خسته کننده است. از اون میزه در حین حرکت برای رودخانه از مگنو پرسیدم که مگنو شنیدم ماهی الکتریکی هم تو آمازون هستش، واقعا هست؟ دیدی؟ گفت آره هستش، حتی گاهی وقتا برق 600 ولت ایجاد میکنه. شوخی میکنی؟ نه 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 شوخی نیستش، واقعا هستش. حتی تو باغ وحش مانووس یک جای هستش که لامپای مهتابی رو گذاشتن و یک سیمش رو گذاشتن تو آبی که اون ماهی هستش، و اون ماهی وقتی میترسونن اون یه دفعه برق ایجاد میکنه، لامپای مهتابی روشن میشن. 600 ولت؟ خب بله، یه آدم راحت فلج میکنه وقتی که شوک الکتریکی بهش داده میشه. گاهی وقتا دیده شده که این کروکودیل الیگاتوری بزرگ رو فلج میکنه. واقعا خیلی دوست داشتیم ماهی الکتریکی میگیریم، ولی دیگه جرأت و جسارتش رو دیگه ماها نداریم که بخوایم دنبال اون بکردیم. خب راهمون ادامه داریم تا اینکه رسیدیم وقتی همون جایی که بعد سوار ماشین میشدیم و باز راه خاکی پیش میگرفتیم. وقتی به محل دفتر جایی رسیدیم که راهنمامون از اونجا شروع کرده بود، هم اول گفتن که بابا شما ما این همه رفتیم هیچ خبر بازی بزرگ نبود، تازه یه شام باختیم. اونجا گفتن که 2-0 وقت شده اونجا بوده، ما فکر که این غیر فوتبالی باشه. گفت 2-0 بازی اینجا مربوط به جنگل آمازون بود، نه رودخانه آمازون. شما اصلا جایی نرفتین که شما رفتین رودخانه رو دیدین، جایی که شما رفتین جای لوکس شو رفتین. گفتم یعنی که ما ببین تو دل جنگل؟ گفت
اگر میخوان بازی بزرگی بزی سردبیری، باید بیم تو دل جنگل. مثل این مونه که یه بچه ای بهش میگم برد کتاب تو خوندی، بری گلش رو باز کنه ببنده بگی بله من رفتم خوندم کتابو. یا اینکه یه نفر بگن که شما یه خونه بعدی بسازی، بعد با کاغذ چهار تا کاغذ بعد سر هم چسب بزن بگی من این خونه ساختم. آمازونی که میگیم آمازون رودخونش که نیستش که، اصلش اون جنگلشه. اون بازی بزرگ تو جنگل بوده. از یه جهت عصبانی بودم به خاطر که باید دوباره باز مسیر رو برم به سمت جنگل، از یه جهت هم خوشحال. به توشنی گفتم دو تا روشنی شامو تو باید بدی. دو تا روشنی سکوت کرد و سکوت.